شورای علمای شیعه افغانستان در یک نشست بزرگ مشورتی بار دیگر خطاب به سنی های تندروی طالبان مطالبات جامعه شیعه را برای به رسمیت شناختن مذهب جعفری و تشکیل نظام اسلامی فراگیر مطرح کرد. در این نشست بزرگ مشورتی که در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد، شمار قابل توجهی از علما، صاحب نظران و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان حضور داشتند و در آن به رسمیت شناختن مذهب جعفری از سوی حکومت جدید به رهبری طالبان به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبات جامعه تشیع مورد تاکید قرار گرفت. در بخشی از بیانیه پایانی نشست شورای علمای شیعه آمده، قانون اساسی نقشه راه و اساس همه نظام‌های سیاسی است. برای تعریف و ترسیم نظام همه شمول اسلامی و پذیرش همه افراد ملت مسلمان افغانستان باید کمیسیونی متشکل از نخبگان و نمایندگان همه اقوام تشکیل شده و روی تدوین قانون اساسی کار کنند. در ادامه همچنین تأکید شده که مردم انتظار دارند تا حکومت همه شمول، فراگیر و آینه تمام نمای همه اقشار، اقوام و پیروان مذاهب اسلامی ساکن در کشور با تناسب شعاع وجودیشان تشکیل گردد. به باور علمای شرکت کننده در این نشست، رسمیت مذهب جعفری مثل گذشته باید ادامه داشته باشد. بر اساس بیانیه علمای شیعه، در ترکیب رهبری و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی نیز همه نمایندگان مذاهب اسلامی باید حضور داشته باشند. اجازه آموزش دختران، بازسازی مناطق تخریب شده در جنگ‌ها، تأمین امنیت شهروندان کشور، توزیع عادلانه کمک‌های جهانی، عدم تعقیب کارمندان حکومت قبلی و حل معضل کوچی‌ها از دیگر خواسته های شورای علمای شیعه افغانستان بود که در نشست یاد شده مطرح شد. در طول 4 ماه گذشته، علمای شیعه افغانستان نشست‌های متعددی با طالبان برگزار کرده و در آن مطالبات مشروع این طیف بزرگ قومی و مذهبی را با آنان در میان گذاشتند. اما تا کنون هیچ یک از مطالبات توسط سنی‌های تندروی طالبان محقق نشده است.